از نگاهت به ایرانی ما چه تغذیه مناسب هست برای مادری که در ابتدای دوران شیردهی قرار داره؟ مادر که زایمان میکنه، خب روند خون، معمولا مادران دچار خونریزی میشن، حالا اگر سزارین کرده باشن که میزان خونریزی زیادتری دارن، اغلب اینها کم خون هستن، قوا افت میکنه. حالا همین مادر مخصوصا اگر ضعیف باشه، از قبل هم جسه زیادی نداشته باشه، لاغر باشه، میتونه روی کیفیت شیردهی اون افزایش تاثیر بذاره. بنابراین در مادرانی که این چنینی هستن، یعنی قوا ضعیفه، در این حال روند شیردهی خوب نیست، بهشون توصیه میکنیم بیاید غذاهای مولد خون استفاده کنید. غذاهای مولد خونی که مولد شیر هم باشه. اینها چه غذاهایی هست؟ در رأس اونها تخم مرغ. زرده تخم مرغ منبع غنی از مواد غذایی هست که قوا رو به شدت میبره بالا. مادری که دچار کمخونی هست، کمخونی اون رو میتونه جبران کنه. در این حال تخم مرغ شیرافزای خیلی مناسبی هست. بنابراین بهتر اینجور مادرها حتما توی وعده صبحانهشون یه تخم مرغ یا زرده تخم مرغ قرار بدن. در اون 10 روز اولی که مادر زایمان میکنه و قوا ضعیفه، یکی از غذاهای بسیار مناسبی که میتونه هم قواشو ببره بالا و هم به شیرش کمک کنه آبگوشت هست. گوشت ها به شدت قوا رو افزایش میدن و شیر افزام هستن. حالا اگر به صورت مایع استفاده بشه که مایعات بیشتری هم به بدن برسونه، مثل حالت آبگوشت، حالا آبگوشتی که ترکیب اصلیش نخود باشه، لوبیا میتونه باشه ولی ما بیشتر تاکید روی نخود داریم، بهتر سیب زمینی نداشته باشه تا آبگوشت سبکتری باشه، و یه سری سبزیجات شیر افزام مثل شوید یا مرزه به این اضافه بشه، غذای خیلی عالی هستش که میتونه به افزایش شیر کمک بکنه. به طور کلی برای افزایش شیر ما از غذاهای مایع مثل انواع شورباها، انواع آشها و سوپها توصیه میکنیم که مادر استفاده بشه تا استفاده کنه تا امکان شیردهی بهتری داشته باشه. در داخل این آشها و سوپها میتونه حبوبات استفاده بشه. بین حبوبات نخود و ماش جزء حبوبات شیرافزا ذکر شده. نفخش هم باید کامل گرفته شه. دقیقاً. بله. حتما یکی از مهمترین فاکتورایی که وجود داره اینه که خیلی از این غذاها ممکنه نفاخ باشه. معمولا در دوره‌ای هم هست که بچه متاسفانه دچار کولیک میشه و ایجاد مشکل میکنه. حالا این روش‌های خاص خودش داره، میتونه ادویه‌های ضد نفخ برای مادر اضافه بشه و همینطور چیزهایی که در واقع کمک بکنه که مثلا شوید اضافه بشه، یه مقدار زیره به اون غذا اضافه بشه، یا نخود قبلا در آب خیسانده بشه که نفخش گرفته بشه. از غلات میشه استفاده کرد، هم گندم، هم برنج و هم جو جز موارد شیرافزای خیلی عالی هستن و مقوی هم هستن، میتونه تو برنامه غذایی مادر قرار بگیره. از اینها بگذاریم، میرسیم روی شیر. خود شیر برای افزایش شیر مادر خیلی توصیه شده. این شیر میتونه هم به تنهایی استفاده بشه، هم در صورتی که مزاج مادر مزاج سردی هست و گوارش مادر تحمل نمی کنه، بهتره که همراه با یه مسهل، مثلا شیر با خرما، برای هم شیرش و هم خرماش برای افزایش شیر بسیار زیاد توصیه شده. شیر با عسل یا شیر همراه با پودر نارگیل جز مواردی هستش که به عنوان افزاینده شیر خیلی خیلی کمک کننده است. از این بگذریم، مادر میتونه شیر برنج درست کنه. شیر برنج هم جز غذاهای بسیار توصیه شده است که هم قوت مادر رو زیاد میکنه، هم به افزایش شیرش کمک میکنه. به عنوان میان وعده اگه با شیر بخوایم غذایی رو معرفی کنیم، فرنی بهترین چیزی هستش که در طب سنتی انواع حسوها گفته میشه. این فرنی پایه اصلی شیر هست، با آرد تهیه میشه. این آرد میتونه آرد نخود باشه، میتونه آرد جو باشه، آرد گندم باشه یا آرد برنج. هر 4 مورد این به عنوان افزاینده شیر توصیه شده که میتونه مورد استفاده قرار بگیره. حالا اگه مادری هست که دچار استرس، هیجانات و ناراحتی هایی هست، افزودن گلاب به این فرنی میتونه در واقع با خاصیت فرح بخشی که داره استرس مادر رو کاهش بده. سایر چیزهایی که ما میتونیم برای افزاینده شیر مادر معرفی بکنیم، انواع مغزیجات هست. بادام در طب سنتی خیلی توصیه شده. حالا توصیه شده ترکیبی از انواع مغزیجات، بادام، پسته، فندق، گردو همراه با پودر نارگیل و کنجد، اینها همه با هم ترکیب بشه، پودر بشه،
بهش عسل یا شکر اضافه بشه آماده باشه. مادر هر روز یک قاشق غذاخوری از این رو به تنهایی یا همراه با شیر استفاده کنه. هم قوا رو خیلی خیلی خوب افزایش میده و همین که در واقع به افزایش شیر خیلی خوب کمک میکنه. مورد دیگه‌ای که من میتونم معرفی کنم خدمتتون، ببینید ما مادرانی که ویزیت میکنیم معمولا به دو گروه تقسیم میشن. یک سری مادران جسه لاغرتری دارن، حرارت مزاج اینها بالاتر هست که ما به اینها میگیم در اصطلاح ساده میگیم صفراوی مزاج هستن. یک سری مادران دیگه داریم، نه، مادرانی هستن جسه بزرگ بی ام آی بالایی دارن، توده بدنی بالایی دارن و مزاج های سرد و تری دارن. اینها رسیدگی به اینها از لحاظ شیرافزایی یه مقدار متفاوت هست. مادری که لاغره و حرارت مزاج بالایی داره برای افزایش شیر بهترین چیز اینه که بیاد معشعیر استفاده کنه یا آبجو طبی. جو علاوه بر اینکه اثرات شیرافزایی داره طبع سردی داره و با مزاج مادر سازگارتر هست. طرز تهیه‌اش هم به این صورت هست که یک واحد جو با 20 واحد آب با هم جوشونده میشه. حدود یک ساعت که جو درسته کامل باید باشه، پرک نباشه، چون ما لعاب جو رو نمیخوایم. این یک ساعت بجوشه، آب زلال روی اون استفاده بشه و همراه با عسل. میتونه مادر یه مقدار روغن بادوم هم به این اضافه بشه. این برای مادرانی که دارای مزاج گرم و خشک هستن و با کمبود شیر مراجعه میکنن اثر بسیار بسیار عالی داره و میتونه که در واقع به افزایش شیر اینها کمک بکنه. یا این مادران از سوپ جو خیلی خیلی نفع میبرن. سوپ جو که ترکیب جو، هویج، جعفری، گشنیز، شوید که خود این سبزیجات هم شیرافزا هستن، همراه با جو هم به اصلاح مزاج اینها کمک میکنه و همین که در واقع کمک میکنه که شیر اونها افزایش پیدا کنه. بسیاری خانم دکتر، داروهایی که حالا مونده هنوز بحث تغذیه درسته؟ بحث مادرانه با مزاج بلغم رو میخواستم خدمتون بگم که البته با داروها هم در واقع در ارتباط هست. داروهایی که شما فرمودید، خب ما در طب ایرانی یک سری گیاهان شیرافزا معرفی شدن. مثلا رازیانه در رأس اونها وجود داره که مادر استفاده کنه. سیاه دونه از جمله داروهای گیاهی دیگه ای هستش که در واقع اشاره شده در این زمینه. زیره، انجیر، قدومه، حتی یونجه جز موارد شیرافزا هستش که توصیه میشه که مادرانه در واقع جهت افزایش شیر استفاده کنن. نکته‌ای که وجود داره، اغلب این گیاهان دارویی معمولا مزاج گرم و خشک دارن، بنابراین مهمه که چه کسی داره اینها رو استفاده میکنه. پس مادری که گفتیم مزاج گرم و خشک داره، لاغر، خودش طبعش گرمه، حالا ما برای افزایش شیر بیایم رازیانه بهش بدیم شاید مناسبش نباشه، مزاج اون رو خشکتر کنه، مخصوصا اگه بیاد با دوز بالا استفاده کنه. مزاج اون رو خشکتر میکنه و نه تنها به افزایش شیرش کمک نمیکنه، بلکه حتی میتونه با این خشکی مزاج شیرش هم کم بکنه. رازیانه برای کدوم مادر مناسبه؟ با اون مادری که گفتیم توده بدنی بالایی داره، مزاج سرد و تری داره. این رازیانه در واقع میاد اصلاح مزاجی برای اون مادر انجام میده که علاوه بر اینکه مزاجش رو به سمت گرمی میاره، خودش میتونه برای افزایش شیر مؤثر باشه. انجیر هم به همین شکل، انجیر هم جزء در واقع داروها یا غذاهایی هستش که به عنوان افزایش شیر بسیار بسیار بهش اشاره شده. یوبوست رو هم رفت بله، در مادرانی که مشکلات یوبوست دارن و کمبود شیر رنج میبرن میتونه انتخاب مناسبی باشه، مخصوصا اگر طبع سردی داشته باشن باز انتخاب مناسب تری هست. کنجد باز جز مواردی هستش که خیلی خیلی زیاد تاکید شده، هم میتونه به صورت ارده استفاده بشه همراه با شیره انگور، هم میتونه به صورت تنقلات به صورت روزمره مورد استفاده قرار